علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراه ما هستند تا بیشتر به همین موضوع پردازیم. آقای مصلح، آقای آل احمد و رسولوف به اتهام تهیه و امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار بازداشت شدند. در این بیانیه دقیقاً چی نوشته شده؟ ببینید، این بیانیه‌ای بود بعد از اینکه در واقع ساختمان متروپول ریزش کرد و مردم آبادان شروع به اعتراض کردن، خبرها و تصاویر منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای نظامی و امنیتی دارن مردم معترض رو سرکوب میکنن. این بیانیه همونجور که از اسمش پیداست به نوعی خطاب به این نیروهای سرکوب نوشته شده بود. ازشون خواسته بود که اسلحه خودشون رو زمین بگذارن و به آغوش ملت برگردن. این تعبیر بود که اومده بود. در واقع یک بیانیه دعوت به صلح و دعوت به آشتی بود بین در واقع مردم و نیروهایی که مقابلشون قرار گرفتن. ولی این از همون ساعت‌های اولیه، نه حتی روز، ساعت‌های اولیه با واکنش خیلی خیلی تند رسانه‌های نزدیک به حکومت روبرو شد. یه تعدادشون سعی کردن با بعضی امضا کنندگان نامه تماس بگیرن بیانیه و که اونا بگن که امضاشون رو پس گرفتن. یک رسانه نزدیک به جامعه اسلامی هنرمندان پا رو فراتر گذاشت و به نقل از یک منبع آگاه نوشت که این دعوت به تمرد نیروهای مسلح این خدمت و میتونه حکم محارب و محاربه داشته باشه. یعنی فضا خیلی خیلی تون شد. یعنی این که در واقع این بیانیه به نوعی از نیروهای سرکوب خواسته بود که در واقع اسلحهشون رو زمین بگذارن، شلیک نکنن به مردم و به آغوش ملت برگردن، اصلا قابل تحمل نبود. منتها دقت کنید توی همون یکی دو هفته اول بعد ماجرا خیلی صحبت شد، میگم خیلی به اصطلاح شلوغ کاری کردن، ولی ماجرا خوابید. در ایران هم همینجور اتفاق پشت اتفاق میفته و فراموش شده بود. اینکه الان بعد از حدود دو ماه ناگهان محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دستگیر میشن به دلیل این بیانیه، بیشتر شبیه یک بهانه میاد و به نظر میرسه یک پروژه امنیتی جدیده که علاوه بر فعالان سیاسی حالا شامل حال در واقع سینماگران و اهل فرهنگ هم شده. در حقیقت میتونیم بگیم که این بیانیه از درد مردم گفته. چرا با هنرمندانی که بخوان زبان مردم باشن به این شکل برخورد میشه و این چه تأثیری میذاره به طور کل برای جامعه هنری و سینماگران؟ ببینید، سینمای ایران الان یک تقریبا میشه گفت یک موجود نیمه جانه. یعنی دو سال در واقع شیوع کرونا باعث شد که اصلا عادت سینما رفتن بین مردم تقریبا از بین بره. در ماه‌های اخیر فیلم‌ها با استقبال خیلی کمی روبرو میشه، هشدار میدن. اون قسمت در واقع تجاری و به اصطلاح بدنه سینما ایرانه که به اون روز دوچار شده و هی سانسور هم بیشتر میشه. یعنی فیلم‌ها توقیف میشن، مجوز ساخت نمیدن، مجوز نمایش نمیدن. این اون قسمته. قسمت دیگه چهره‌های مستقل هستن، افرادی مثل محمد رسولوف و مصطفی آل احمد و دیگران که گاهی در این در واقع رویدادهای در واقع واکنش نشون میدن به رخدادهای اجتماعی و سیاسی. میدونید، یعنی الان به نظر میرسه که علاوه بر اینکه سینما رو کلن از حالت فعال و همراه با جامعه در واقع جدا کردن، حالا اومدن سراغ چهره هایی که توی اون مناسبات حرفه‌ای هم نمی گنجن و شروع کردن به برخوردهای شخصی کردن با اینها. و دقت کنید این فقط محدود به سینما هم نیست. در همین روزهای اخیر دیدیم که با وریا غفوری هم چیکار کردن. کاپیتان تیم استقلال قراردادش رو تمدید نکردن و به نوعی میخوان حذفش بکنن از فوتبال ایران. در واقع اینها بسیار واهمه دارن از اینکه چهره‌های مشهور عرصه‌های غیر سیاسی مثل سینما، تئاتر، فوتبال و از این قبیل بیان و با این مطالبات اجتماعی همراهی بکنن. و دقت کنید که این همزمان با برخوردهایی که در سطح اجتماع به بهانه مبارزه با بدحجابی و از این قبیل انجام میشه. مجموعه اینا نشون میده که در این دولت یک عزمی وجود داره که همه عرصه ها در واقع بسته بشه، محدود بشه و دچار انسداد بشه و دارن این کار رو میکنن
و به نظر میرسه که خانه سینما و نهادهای صنفی هم اصلا در وضعیتی نیستن که بتونن واکنش نشون بدن. ولی ببینید در شبکه‌های اجتماعی به شدت این قضیه خبرساز شده و حتی من دیدم علاوه بر نکاتی که شما در قبل از این مصاحبه اشاره کردید، مثلا دبیر جشنواره برلین به شدت واکنش نشون داده، چون به هر حال محمد رسولوف یک چهره بین‌المللی و شهرت جهانی داره و این میتونه تبعات بین‌المللی و فرامرزی زیادی برای در واقع جمهوری اسلامی داشته باشه. ممنونم از توضیحاتتون. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما همراهمون بودید.